روبات های امروزی خود رو می سازند و در اکتشافات اعماق آب شرکت دارند. ولی ارتباط برقرار کردن آنها با انسان پیچیده تر از این کار هاست. Really های اجتماعی به گونه با مردم ارتباط برقرار می کنند که فکر می با کسی ارتباط دارین و نه چیزی. روبات های اجتماعی به گونه ای تراحی شدند که احساس همکاری و مشارکت رو ایجاد کنند. در آزمایشگاه تحقیقاتی نیروی دریایی دانشمندان تحقیق می کنند که یک ربات چه خصوصیاتی باید داشته باشد که بتواند با انسان زندگی و کار کند. روبات های اجتماعی باید از قواعد اجتماعی ما پیروی کنند و مطابق انتظارات ما عمل کنند. مانعی در زندگی روزمره ما نباشند. لازم نباشه که فکر کنیم که اونها اطراف ما هستند. استیو کازنز رئیس شرکت ساویوک روباتیکس میگوید ربات ها نباید لزوما شکل و شمایل انسان داشته باشند مانند این ربات که در هتل ها نیازمندی های کوچک میهمانان هتل را به آنها تحویل میدهد این ربات برای کار کردن و ارتباط با مردم طراحی شده با کارمند پذیرش هتل که اون رو به جای میفرسته کار میکنه با مردم در آسانسور میسته و با کسی که در اتاق باز میکنه ارتباط برقرار میکنه ربات های اجتماعی فعلی فعالیت های محدودی دارند ولی انتظار میرود در آینده محدودیت فعالیتشان افزایش یابد <applause> می توانند در زمینه آموزش، بهداشت و سلامت کار کنند، به سالمندان برای یک زندگی مستقل کمک کنند، در سرگرمی، بازی، خدمات اینترنتی و زمینه های دیگر. منتقدان میگویند تا این روبات ها نتوانند آشپزی کنند یا شیشه بشویند، پول صرف خریدان ها کردن است.